عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی. من حمیده از تورنتو یک بار دیگه با معرفی قهرمانان و مدال‌آوران ایرانی در خدمتتون هستم. مهمان امروز ما سرکار خانم گیسو کلهوری، قهرمان مدال‌آور، مربی و داور ارزنده کشورمون در اشتهای رزمی هستند. با ما باشید تا با این بانوی قهرمان بیشتر آشنا بشید. عرض ادب و احترام خدمت شما خانم کلهوری، خیلی خوش اومدید. لطفا خودتون رو برای بیننده های ما بیشتر معرفی کنید و بفرمایید اصالتا اهل کجا هستید. به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کت خدایی و همه بینندگان عزیز برنامه‌تون. محبوبه کلهوری هستم که حالا دوستان گیسو صدا میکنن. متولد قم و اصالتاً کرد کرمانشاه هستم و ساکن تهران. خیلی خوش اومدید برنامه خودتون. خانم کلهوری، در همین ابتدا به ما بگید که چطور شد که ورزش‌های رزمی رو به عنوان مسیر و هدف زندگیتون انتخاب کردین؟ من ورزش‌های رزمی رو از کلاس‌های تابستونی شروع کردم و از اونجایی که در یه قسمت سخت مرحله زندگیم بودم و این ورزش به من آرامش داد، تصمیم گرفتم که ادامهش بدم. درود بر شما خانم کلهوری، لطفاً از افتخارات ورزشیتون به عنوان یک ورزشکار، مربی و داور برامون بگید و بفرمایید که توی رشته ورزشیتون چه مدارک و مدارجی دارید. من مربی تیم ملی در مسابقات بلاروس بودم و دارای کمربند طلایی گرجستان و نفر اول مسابقات تایلند و مربی و داور درجه یک فدراسیون ورزش‌های رزمی ایران. درود بر شما، زنده باشید. خانم کلهوری، می‌دونید که از دید شما مربیگری یک موهبت و رسالت به شما میاد. لطفاً در این مورد برامون توضیح بدید. از اینجایی که مربیگری یک شغل مقدسی هستش و اینکه همه ما در این جهان یک رسالتی داریم، من که مربی هستم رسالت خودمو در این رشته و در این شغل میدونم. خانم کلهوری، از دید خیلی از رزمیکارا مربی اسوه و الگو به حساب میاد که این سختی مربیگری رو باز بیشتر هم میکنه. باستا به این موضوع توی زندگی شخصی شما و در ارتباط با شاگرداتون چطور بوده؟ مربی از همه نظر برای شاگردا الگو هستش، چه از لحاظ رفتار، کردار، حتی از لحاظ ظاهری، و اینکه تا جایی که مربی میتونه باید درصد خطاهاش رو کم کنه، چون همه جوره شاگرد ازش الگو میگیره. و حرف شنوی که بچه ها از مربی های ورزشیشون دارن گاهن دیده شده، شاید از خانواده نداشته باشن. 100% خانم کلهوری باهاتون موافقم و همیشه شعار من بوده که مربی توی دنیای مطلوب شاگردا قرار میگیره و چقدر رفتار مربی ها توی زندگی شاگردا مؤثره و گاهن از خانواده، گاهی اوقات بیشتر شاگردا از مربی شکل میگیرن تا از نزدیکان خودشون. خانم کلهوری، اون لحظه ای که خودتون مدال می گرفتید و عنوان می گرفتید براتون دلچسب تر و شیرین تر بود یا لحظه ای که شاگرداتون مدال می گرفتن؟ خب زمانی که خودم فایتر بودم قطعا مدالی که می گرفتم و اون لحظه برام شیرین ترین بود، اما از زمانی که من مربی شدم زیباترین حس دنیا رو میتونم بگم اون لحظه ای دارم که شاگردم روی سکو میره و قهرمان میشه. خیلی حس خوبیه. زنده باشین. خانم کلهوری، به نظر شما مهمترین فاکتوری که میتونه کمک کنه که بانوان ایرانی توی رشته های ورزشی به خصوص رشته های رزمی موفق بشن چه فاکتوریه؟ نگرش بانوان خیلی مهم هستش، اینی که خودشونو جدی بگیرن و باور داشته باشن و هیچ وقت باعث نشه که خودش مقایسه کنن با دیگری یا حتی آقایون. توانمندی های خودشون ایمان داشته باشن، یه هدفی رو انتخاب کنن و روی اون هدفشون مصمم باشن. خانم کلهوری، یک باور رایج و البته نادرست در فرهنگ عامه ما وجود داره که میگه ورزش های رزمی با روحیات لطیف خانم ها سازگار نیست و ممکنه طبیعت زنانه اونا رو تغییر بده.
نظر و تجربه شخصی شما به عنوان یک بانوی قهرمان درباره این موضوع چیه؟ ورزش های رزمی فقط حرکات فیزیکی و خشن و مبارزه نیست. ورزش رزمی یه سبک زندگی هستش و قوی بودن و این حرکات فقط برای موقع مسابقات هستش. قوی بودن منظورمون خشن بودن نیست. یک فایتر از قدرتش و از خشن بودنش فقط در رینگ و در مسابقاتش استفاده میکنه. خانم کلهر، جامعه ورزشکار کشورمون معتقدند که بانوان رزمیکار انسانهای قدرتمند و سختکوش هستند. به نظر شما بانوان رزمیکار کشورمون با سایر بانوان از لحاظ روحی و جسمی چه تفاوتی دارند؟ بانوان رزمیکار از لحاظ روحی و جسمی خب خیلی قوی تر هستند و اینکه اعتماد به نفس و عزت نفس زیادی دارند و صبورتر هستند. خانم کلهر، وضعیت ورزش بانوان به خصوص ورزش های رزمی در استان قم که شما سالها اونجا فعالیت داشتین چطوره؟ در استان قم پتانسیل و استعدادهای بسیار عالی هستش. مربیان، قهرمانان و داور که هنوزم در حال فعالیت هستند و اینکه در مسابقات میبینیم خیلی مدال آوری میکنن و میدرخشن. خانم کلهر، گاهی اوقات میشنویم که بانوان رزمیکار کشورمون در شهرستانها معتقدند که ساکنان تهران از لحاظ شانس و فرصت موقعیت بهتری برای موفقیت دارند. نظر شما در این باره چیه؟ میتونم بگم هم درسته هم اشتباه. در جامعه امروز اشتباهه، چون ما اساتید قوی در کل کشور داریم و اینکه دسترسی به اینترنت باعث شده که بچه‌هایی که علاقه‌مند به این رشته هستن بتونن راحت مربی خودشونو تو استان خودشون پیدا کنن و اینکه حالا اون هدفی که دارن و براش برنامه‌ریزی کنن و انشالله به موفقیتشون برسن. خانم کلهر، میدونیم که شما توجه و علاقه خاصی به آموزش و مربیگری برای رده سنی پایه دارید. لطفاً از اهمیت این موضوع یعنی آموزش به رده سنی پایه برامون توضیح بدید. رده های سنی پایین هم سختی های خودشو داره هم شیرین. کسی که میخواد مربی این بچه های پایه و سنین کم بشه حتما باید متد های روز طراحی تمرین دنیا رو بلد باشه و این تمرین ها فقط آموزش نباشه، یه حالت فان و سرگرمی برای بچه ها داشته باشه و اینکه بتونه اونا رو درک کنه، سخت نگیره به این بچه ها و اینکه حوصله زیادی میخواد. 100% و اینکه آینده به هر حال کشورمون تو هر زمینه مال رده های سنی پایه و چقدر خوبه که مربیانی با علم و آگاهی شما به هر حال توجه خاصی به این موضوع نشون بدن و استعدادیابی کنن و انشالله قهرمانه خوبی مثل خودتون رو تحویل جامعه کشورمون بدید. خانم کلهر، میدونید که یکی از زمینه های فعالیت های شغلی شما بحث بدنسازی رزمیه. اگر ممکنه در این مورد هم برامون توضیح بدید و بفرمایید که تفاوت اصلی این شاخه ورزشی با سایر بدنسازی ها در چیه؟ قبلا فکر میکردن که بدنسازی فقط بیلدینگ هستش، اما در دهه‌های اخیر به این نتیجه رسیدن هر ورزشی بدنسازی مخصوص خودش رو میخواد. حتی شطرنج، مثال حالا بزنم، شطرنج باید ورزش های چشمی انجام بدن و اینکه حالا تو طراحی تمرین ورزش های رزمی ما استقامت، انعطاف، قدرت، سرعت و شلیک ضربه ها همه این فاکتورها بسیار مهم هستش و طراحی تمرین ها هستش که فرق میکنه و منحصر به فردش میکنه تمرین های ما رو، بدنسازی ما رو. خانم کلهر، در مورد داوریتون صحبت کنیم. چطور شد که تصمیم گرفتید به دنیای پرفراز و نشیب داوری وارد بشین و با در این راه با چه چالش هایی روبرو شدین؟ هر مربی در کنار مربیگریش حتما باید علم داوری رو داشته باشه، چرا که زمانی که ما میخواییم تیم ببریم مسابقه، هنرجو باید با قوانین داوری آشنا باشه و این خیلی خوب هستش که بچه های ما بدونن قوانین داوری رو، درصد اعتراضات رو کم میکنه.
و کسی هم که خب داور میشه قطعا باید بتونه خوب قضاوت کنه، بیطرف باشه و حق کسی رو ضایع نکنه. 100% با شما موافقم خانم کلهوری، و اینکه چقدر کار قضاوت کار سختیه و واقعا از پس هر کسی بر نمیاد و چه دل بزرگ و چه چشم تیزبینی لازم داره. خانم کلهوری، به نظر شما مهمترین دغدغه‌ای که بانوان ورزشکار کشورمون به خصوص بانوان رزمیکارمون باش درگیر هستن چیه؟ مهمترین دغدغه، اولین دغدغه و مهمترین میتونم بگم که همون بحث هزینه هستش. بحث هزینه که بچه ها دوست دارن بازی های حرفه‌ای برن و خیلی ها از یه جایی، من خودم دیدم از شاگردای خودم بودن، حتی برای تیم ملی انتخاب شد اما به خاطر هزینهش نتونست اعزام بشه و واقعا خیلی سخته. کسی سالها زحمت میکشه، وقتشو، جوونیشو و هزینه میکنه و از یه جایی متوقف بشه. بحث هزینه ها خیلی مهمه. اگر بتونیم مسابقات حرفه‌ای رو تو کشور خودمون برگزار کنیم و با یه مبلغ کمتری که این بچه ها بتونن شرکت کنن، به نظرم خیلی عالی میشه. انشالله انشالله که هممون یک روزی شاهد این دستاوردها باشیم، و خواهشی که به هر حال تمام قهرمانمون از وزارت ورزش داره رو زنده باشیم و هممون ببینیم. خانم کلهور، به عنوان یک قهرمان، یک بانوی قهرمان و یک بانوی قهرمان ساز، اگر این فرصت بهتون داده میشد که یکی از مسائل و مشکلات ورزش کشورمون رو اصلاح کنید یا تغییر بدید، شما چه کاری انجام میدید؟ اینکه کسایی که در رأس کار ما ورزشکار هستن حتما خودشون از جنس ورزش باشن که بتونن ما رو درک کنن. و بحث اسپانسر هم خیلی مهمه، یعنی برمیگرده دوباره به همون بحث هزینه ها که برای ما ورزشکارا، برای هممون مهمه. حالا این اصلا چه تو بحث آقایون باشه چه بانوان فرقی نداره. یه ورزشکار نمیتونه هم بره سر کار و خیلی دغدغه داشته باشه، مشکل داشته باشه، در کنارش بخواد حالا ورزش کنه، به قهرمانی هم فکر کنه. واقعا بعضی از ورزشکارای ما وقتی مقام میارن و اینکه بدونید که خیلی سختی و چالش رو پشت سر گذاشتن، دغدغه‌شون فقط ورزش نبوده، ساپورت نشدن و که دیگه شما خودتون در جریان هستید. قطعا باهاتون موافقیم خانم کلهایی، و انشالله که یک روزی مثل کشورهای پیشرفته، کشورمون با داشتن این همه استعداد، ورزش جزو حرفه های اصلی قهرمانای کشورمون باشه و هیچ دغدغه‌ای توی این مورد نداشته باشن و بتونن بدون هیچ نگرانی در مورد مسائل مالی به هر حال حق و حقوقی بهشون پرداخت بشه، دیده بشن و نگرانی و دغدغه از بابت هزینه هاشون نداشته باشن. خانم کلهوری، توی زندگی ورزشیتون شخص خاصی بوده که شما رو مورد حمایت یا هدایت خاصی قرار داده باشه و شما دوست داشته باشید که اینجا از ایشون یادی بکنید؟ بله، در وهله اول که از خانوادم تشکر میکنم که تو همه این سالها، شاید نزدیک 24 ساله من دارم ورزش میکنم، ورزش های رزمی مختلف، توی این 24 سال واقعا منو حمایت کردن. و اگر بخوام از مربیان تشکر کنم که اولین مربی رزمی خودم سنسی زهرا کرکابادی هستن و در حال حاضر شاید حدود 15 ساله با استاد مریم پرنیان دارم کار میکنم که ایشون زحمات زیادی برای من کشیدن و میتونم بگم حتی زمانی که قم بودم من خیلی کلاسای ایشون میمدم تهران و باعث دیده شدن من شدن. خانم کلهوری عزیز، بانوی قهرمان، مربی و داور ارزشمند ایرانی، من به نمایندگی از طرف همه همکارانم از اینکه قبول زحمت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید و اجازه دادید که بیشتر با شما آشنا بشیم، بی نهایت سپاسگزارم. برای شما و شاگردان پرتلاشتون در ادامه مسیر موفقیتاتون آرزوی سلامتی، تندرستی و سربلندی روزافزون دارم. برقرار باشید.